برنامه سلام کربلا بخش فارسی شبکه تلویزیونی امام حسین علیه السلام امروز سه‌شنبه میزبان مهندس الاسدی معاون مدیریت اداره فاضلاب شهر مقدس کربلا بود که وی در این برنامه به پرسش‌های مطرح شده پیرامون خدمات این اداره در شهر مقدس کربلا به ویژه در ایام زیارت اربعین پاسخ داد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. مهندس الاسدی معاون مدیریت اداره فاضلاب شهر مقدس کربلا با حضور در برنامه سلام کربلا در بخش فارسی شبکه تلویزیونی امام حسین علیه السلام به پرسش‌های مطرح شده پیرامون خدمات این اداره در شهر مقدس کربلا به ویژه در ایام زیارت اربعین پاسخ داد. مهندس الاسدی معاون مدیریت اداره فاضلاب شهر مقدس کربلا با اشاره به میزان آب مصرفی در مرکز شهر مقدس کربلا و بخش‌های اطراف آن در شرایط عادی گفت: در شرایط عادی که مراسم زیارتی چه عادی و چه میلیونی برگزار نمی‌شود، میزان آب مصرفی به 250 تا 300 هزار متر مکعب در روز می‌رسد. وی در ادامه افزود: در ایام زیارت معمول و شب‌های جمعه این عدد به 400 هزار متر مکعب روزانه هم می‌رسد، ولی در زیارت‌های میلیونی در سال‌های گذشته این عدد به 700 و 800 هزار متر مکعب هم رسید و انتظار داریم امسال به 1 میلیون متر مکعب در روز هم برسد. مهندس الاسدی با اشاره به این نکته که سیستم لوله کشی و شبکه‌های آبرسانی در کربلا برای خدمت رسانی به تعداد محدودی چه در ایام عادی و چه روزهای اوج مصرف برای ساکنان کربلا طراحی و مهندسی شده است در ادامه گفت: واقعا جای تعجب است که چگونه با این سیستم آبرسانی ما می توانیم جوابگوی نیاز زیارت‌های میلیونی در شهر کربلا باشیم و مطمئناً در اینجا با دست غیبی و معجزه می توانیم روزانه به حتی 1 میلیون متر مکعب برسیم. معاون مدیریت اداره فاضلاب شهر مقدس کربلا همچنین اظهار داشت که ما به فضل خدا و عنایات امام حسین علیه السلام و تلاش کادر موجود در سازمان آب و فاضلاب این مقدار از پسماند را می توانیم مدیریت کنیم و مجدداً به سیستم آب طبیعی بازگردانیم. وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به دستور صادره از سوی استاندار کربلا، مهندس نصیف جاسم الخطابی بعد از عید قربان و قبل از عاشورا و زیارت اربعین جلسه ای در سطح استان تشکیل شد که در همه سازمان ها، ادارات، مؤسسات و معاونت ها حضور داشتند و برنامه کلی جهت آماده باش سازمان های خدماتی مطرح شد و از جمله دکتر احمد مکتوف فارس مدیر فاضلاب کربلا بعد از این جلسه اقدام به اجرای دستورالعمل ها نمود تا طرح‌های برنامه ریزی شده به بهترین نحو به انجام برسد. مهندس الاسدی همچنین گفت: بعد از زیارت عاشورا توانستیم برخی از نتایج اجرای برنامه ها را به صورت ملموس ببینیم و بعضی از بهینه سازی ها را در اجرای طرح ها انجام دادیم تا بتوانیم همواره بهترین خدمات را به شهروندان و زائران شهر مقدس کربلا ارائه نموده و بتوانیم در شکوفایی و عظمت این شهر سهیم باشیم. معاون مدیریت اداره فاضلاب شهر مقدس کربلا در ادامه افزود: جدا از وظیفه سازمانی که بر عهده من است، با توجه به تجربه‌ای که دارم به همه موکبداران و زائرانی که به صورت خاص در این زیارت بزرگ به شهر مقدس کربلا مشرف می‌شوند، عرض می‌کنم که شما همگی همانند فرشتگان هستید، چرا که بعضاً جانفشانی‌هایی از این عزیزان دیده می‌شود که فراتر از هر گونه توصیف است و بارها مشاهده شده که این عزیزان انواع و اقسام خدمات را برای زائران فراهم می‌کنند. وی در ادامه گفت: همانطور که می‌دانید، تجهیزات و ماشین‌آلات ما بعضاً ممکن است در ایام زیارت برای رسیدن به محل آسیب دیده با مشکل روبرو شوند، اما بعضاً ما می‌بینیم که خود موکبداران و زائران به صورت داوطلب وارد کار می‌شوند و مسیر را باز می‌کنند، چون با این امور آشنایی دارند و به این وسیله به زائران امام حسین علیه السلام خدمت رسانی می‌کنند.
مهندس الاسدی همچنین تاکید کرد من میگویم که زائران امام حسین علیه السلام نیاز به آموزش و سفارش ندارند و برعکس ما به احترام آنها دست به سینه میستیم و خودشان ما را کمک میکنند و ما به آنها به عنوان همکار نگاه میکنیم و این نگاه نه فقط در بخش آب و فاضلاب بلکه در تمامی سازمانهای خدماتی وجود دارد که همه موکبها و حتی زائران در این ایام عاشقانه در این شهر خدمت رسانی میکنند. معاون مدیریت اداره فاضلاب شهر مقدس کربلا در پایان گفت من از مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام تشکر می‌کنم و از خدا می‌خواهم که به ما قدرت و توان لازم جهت خدمت به زائران امام حسین علیه السلام را عنایت فرماید تا برنامه‌هایی را که پیش رو داریم به لطف خدا و اهل بیت علیهم السلام با موفقیت به انجام برسانیم.